سلام بچه ها، خوش اومدید به هفتمین قسمت از برنامه مثبت 25. این برنامه آخریه که در مورد فیلم قرار صحبت بکنیم، یعنی اینکه دیگه این قسمت تموم میشه و فیلم به طور کلی به پایان میرسه و سکانس آخر رو میبینیم. سکانس آخر دقیقا بعد از تیتراژ اتفاق میفته، اونجایی که خیلی از سوالاتون رو جواب میده، خیلی جذابه. دیگه بیشتر از این طولش ندیم، بریم که ادامه فیلم رو با هم ببینیم، بعد برگردیم در موردش صحبت بکنیم. خب بچه ها، الان میریم که ادامه فیلم رو ببینیم. اونجایی که مونده بود الان تیتراش تموم شده و اینکه یه سکانس بعد تیتراش هستش که اگر ندیدید حتما اینجا پاز کنید و برید فیلم رو دوباره ببینید. اونایی هم که دیدن میدونن چقدر این سکانس مهمه، چقدر جذابه به نظر من و اینکه خیلی از سوالاتون رو جواب میگیرید اینجا. بریم که فیلم رو با هم دیگه ببینیم. من برم ماشین رو بیارم بیام دنبالت. چی شد؟ ببینید، من چند وقت پیش یه خوابی دیدم که توش یه نفر بهم گفت این 25مین باریه که داری زندگی میکنی. یه سری تصویرها از زندگی قبلیمو دیدم ولی خیلی واقعی بود، یعنی اصلا نمیتونم باور کنم که خواب بوده باشه. با توجه به ویدیویی که چند وقت پیش همینجا دیدم و با تحقیقاتی که تو این یک سال انجام دادم، زندگی متعددی وجود داره. یعنی همه ما بیشتر از یک بار زندگی کردیم. جون خیلی ها رو به خطر انداختی، مطمئن باش تواسش رو پس بدی. خب بچه ها، ما فیلم رو با هم دیدیم، تموم شد. 7 قسمت برنامه ساختیم در موردش، توضیحات دادیم و اینکه این قسمت قسمت آخره. حالا بریم ادامه توضیحات رو بعدا میگیم، الان به فیلم بپردازیم. اینجا شما تو این سکانس میبینید که یه غافلگیری داریم که این پسره وقتی که از مهمونی میخواد برگرده گیره یه سری آدم ها میفته و ما نمیدونیم این آدم ها کیان. و در آخرش میبینیم که اون داره به یه چیزی اشاره میکنه که خب حالا که این کارو کردی، خودتو گیر انداختی، جون خیلی ها رو به خطر انداختی. و ما این تصویر رو که میبینیم ناگهان به این پی میبریم که خب اول فیلم یه سری تصاویر که دیدیم، یه سری تصاویر اکستریم کلوزآپ بود که ما فکر میکردیم، مثلا شاید خیلی ها میگفتن که خب که چی، مثلا واسه جذابیت فیلم این کارو کرده، یا مثلا واسه اینکه فیلم قشنگتر بشه، یا اینکه تصویرهای خیلی مثلا حرفه‌ای‌تری بخواد داشته باشه. ولی اینجا الان میفهمیم که اون تصویرهای اولی که دیدیم، سکانس اول، معنی داشت. معنیش هم این بوده که خب اون تصویرها تصویر همین سکانسه که این بازیگر داره صحبت میکنه. این پسر داره میگه که خب تحقیقاتی که انجام دادم تو این یک ساله، فهمیدم که زندگی‌های متعددی وجود داره. یه قضیه تناسخ رو داره بهش اشاره میکنه و خب اینکه همینی که در مورد این داره صحبت میکنه و در مورد دارک وب که صحبت کرده با دوستاش، باعث شده که هم جون خودش به خطر بیفته، هم جون خیلی دیگر رو به خطر بندازه، دوستاش و اینا رو وارد این ماجرا بکنه. و این نکته غافلگیری که داره اینه که اول فیلم ما یه چیزی میبینیم که فکر میکنیم واقعا رها شده، ولی آخر فیلم جوابشو میگیریم. و نکته جالبش هم همین قسمتی که گیره این میفته و حتی اون مأمور 52 که داشته در مورد زندگی صحبت میکرده،
یه نکته رو به ما میرسونه که حتی اونها هم نمیدونن که چه اتفاقی خواهد افتاد، میدونی؟ و این یه اشاره مستقیم به سرنوشت داره که سرنوشت دست خودمون هستش، یعنی که عقب و سرنوشت شده. این دقیقا داره به اون اشاره میکنه. و خب چیزی که جالبه، حتی اون مأمور 52 هم تعجب میکنه و باز هم توی این زندگی 25مش به 30 سالگی نمیرسه توی این قرارگاه. و خیلی نکته جالبیه، چون تو این قرارگاه، چون سکانس‌های اولیه‌ای که شما ببینی داره توضیح میده، میگه تا حالا تو این قرارگاه نرسیدی به بالای 30 سال. و خب تو این زندگیش هم نرسید دوباره به 30 سال، توی تولد 26 سالگیش یه اتفاق واسش میفته و کلاً گیر میفته. و امیدوارم که دوست داشته باشید فیلمو، برنامه‌هایی که واسه ساختیم، و یه برنامه خیلی تخصصی تر، یه برنامه ویژه میخوام بذارم برای تولید فیلم. اینکه فیلم چقدر طول کشیده، چه تجهیزاتی به کار رفته، چندین نفر گروه بودیم و اتفاقاتی که تو جریان ساخت فیلم افتاده رو یه برنامه ویژه میکنیم، حتما خدمت شما عزیزان میرسونیم. و اینکه خیلی خوشحالیم اینکه تا اینجا با ما بودید، و به امید برنامه‌های بعدی. کانال یوتیوبمون هم یادتون نره که سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، شیر کنید. و اینکه خدا نگهدار تا برنامه‌های بعدی. فعلا.